مهاجرت کاری پزشکان به انگلیس صحبت میکنیم. امروز میخوام در مورد Evidence of Your Knowledge of English برای GMC Registration صحبت کنم. به زبان ساده یعنی همون مدرک زبانی که شما باید برای GMC ارائه بدید. GMC چندین راه مختلف برای ارائه دادن مدرک زبان برای ما گذاشته. از جمله IELTS، OET، استفاده از مدرک پزشکی، استفاده از Job Offer و یا استفاده از Reference from Your Employer. امروز بخوام در مورد تک تک اینا صحبت کنم که چه کرایتریاهایی دارن و چه کسایی میتونن از اینا استفاده کنن. اول از همه در مورد IELTS میخوام صحبت کنیم. IELTS مخفف International English Testing System هست. یه سری کرایتریاها داره GMC برای اینکه اون IELTS مورد قبولشون باشه. شما باید توی هر کدوم از ایریاها، مثلا توی Reading، رایتینگ، اسپیکینگ، لیسنینگ، هر کدوم بالای 7 آورده باشید و مجموع بند و سکورتون بالای 7.5 باشه. مهمه که همه این اسکورا رو توی یه امتحان به دست آورده باشین و اگر چند تا امتحان آیلتس داده باشین، آخرین امتحان آیلتسی که دادین برای اونا مورد قبوله. اگر شما میخواین از طریق مسیر پلب رجیستر بشین، برای اینکه بتونین پلب 1 ثبت نام کرده باشین، بعد بتونین زبانتون رو کلیر کنید. مهمه که این مدرک زبانتون تا روزی که میخواین امتحان پلو 1 بدید ولید باشه. ولی از طرفی وقتی که شما میخواین برای رجیستریشن اپلای کنید، شما نیاز به این مدرک زبان ولید دارید مجدداً. در نتیجه خیلی منطقیه که شما زبان انگلیسیتون رو امتحان بدین، آیلتستون رو امتحان بدین، پشت سرش پلو 1تون رو امتحان بدین، پلو 2تون رو امتحان بدین و درجا رجیستر بشید. مدت اعتبار مدرک آیلتس 2 ساله و اغلب افراد موفق میشن تو این 2 سالی که از زمانی که امتحان آیلتسشون رو میدن تا زمانی که میخوان رجیستر بشن موفق میشن این پروسه رو طی کنن. البته خب به خاطر کرونا یه سری اتفاقات افتاده که باعث شده یه سری از امتحانا به تاخیر بیفته، ولی به صورت روتین اغلب افراد موفق میشن این کارو بکنن. حالا یک سری میث ها یا یک سری باورهای غلط در مورد آیلتس هست که خیلی دوستام در مورد اونها صحبت کنم. میسی که در مورد آیلتس هست اینه که میگن باید آیلتس شما یوکی وی آی باشه. نه، اینطور نیست. از اکتبر 2019 گاورمنت یوکی یه قانون تصویب کرده که کارت درمان وقتی که رجیستر شده باشن نیاز به ارائه مدرک زبان ندارن. در نتیجه GMC هم این رو از کرایتریای خودش حذف کرده و فقط شما کافیه یه آیلتس آکادمیک ساده بدید و اصلا لازم نیست یوکی وی آی باشه. دومی میس در مورد آیلتس اینه که این نمره دست نیافتنیه. در حالی که شاید سخت باشه ولی غیر ممکن نیست. خیلی از افراد مختلف تونستن با سطح زبان مختلف این نمره رو به دست بیارن، از جمله خود من. تو یه ویدیو کامل در مورد اینکه آیلتس چجوریه، چجوری میتونیم خودمون رو برای آیلتس آماده کنیم و چجوری میتونیم بند اسکورای بالای 7.5 داشته باشیم صحبت میکنیم حتما. سومین میسی که در مورد آیلتس وجود داره اینه که اگر من بخوام ویزای کار بگیرم فقط باید آیلتس داشته باشم. نه، همونطور که گفتم اون قانون که تصویب شده که اصلا اون به کنار، علاوه بر آیلتس شما میتونید از OET هم به عنوان مدرک زبان برای گورنمنت استفاده کنید. حالا بریم در مورد مزایای آیلتس صحبت کنیم. خب بهترین مزیت آیلتس اینه که شما میتونید توی ایران و بعضا توی شهر خودتون امتحان آیلتس رو بدین. خیلی از شهرهای ایران هستن که این امتحان رو برگزار میکنن. علاوه بر تهران و مشهد و اصفهان و تبریز شما میتونید توی کیش، توی رشت، توی کرمان و اهواز هم امتحان آیلتس رو بدید. دوم قیمت امتحانه. حالا درسته که الان تفاوت ارز خیلی زیاد شده و قیمت زیاد شده، ولی نسبت به امتحان OET هزینه خیلی کمتری داره. آیلتس در حال حاضر، آیلتس آکادمی، قیمتش 6,151,000 تومانه که اگر همین امتحان رو بخواید توی UK بدید، بسته به اینکه تو چه سنتری دارین امتحان میدین، بین 170 تا 195 پوند میشه. اگر 1% خواستین UK VI امتحان بدین، قیمت اون یه مقدار گرونتره، 6,700,000 خوردی و توی UK هم 195 پوند. حالا بریم سراغ امتحان بعدی که OET هست. OET مخفف Occupational English Test هست. OET یه امتحان زبان انگلیسیه برای سنجش توانایی‌های زبانی کادر درمان. وقتی میگم کادر درمان یعنی این OET رو میتونن افراد مختلف از کادر درمان استفاده کنن. پزشک، پرستار، داروساز، دندون پزشک، دایتیشن، خیلی از افراد مختلف میتونن OET رو بدن و ما مدلای مختلفی از OET داریم. امتحانی که پزشکا باید بدن OET مدیسن هست. حالا کرایتریای GMC برای قبول کردن OET از ما چند تا چیزه. یکی این که فرمت مدیسنش باشه واضحاً. دوم این که توی همه اسکورا از جمله رایتینگ، لیسنینگ، اسپیکینگ و ریدینگ حداقل نمره B رو کسب کرده باشید.
اسکورینگ OET با اسکورینگ آیلتس متفاوته و حالا توی ویدیو کامل در موردش صحبت میکنیم. سوم کرایتریا اینه که همه رو توی یک امتحان داده باشین و اینکه most recent تستتون باشه، یعنی آخرین امتحانی که دادین اگر که چند مورد امتحان دادین. شاید مرکز دیگه باشن که OET رو بتونین شما توی چند مرحله امتحان بدین و هر بار یکی از اسکورتون استفاده کنین، ولی برای GMC اینطور نیست. داستان ولیدیتی امتحان OET هم مثل امتحان آیلتس، یعنی 2 سال اعتبار داره و شما بعد از لحظه که میخواین امتحان پلاب 1 رو بدین OET تون اعتبار داشته باشه و وقتی که میخواین رجیستر کنین هم باید OET تون اعتبار داشته باشه. حالا میریم در مورد میث ها یا باورهای غلطی که در مورد OET هست صحبت کنیم. اولش اینه که همه میگن OET خیلی امتحان آسونیه. به هیچ وجه OET امتحان ساده ای نیست، ولی به این خاطر که شما دارین OET مدیسن امتحان میدین، یعنی امتحانی میدین که کاملا مربوط به پزشکی هست و تمام سناریوهایی که توش استفاده میشه هلث کیر سناریوز هست، در نتیجه شما وکابولاری که اونجا استفاده میکنین برای شما آشناست. به این خاطر که این امتحان به نظر ساده ممکنه بیاد، گاهی اوقات ممکنه پیش بیاد که ریدینگ هایی که توی OET میاد مطالبی که شما کامل بلدین از قبل، اصلا چیز جدیدی حتی ممکنه توش نباشه، ولی که این باعث میشه که این امتحان امتحان ساده ای باشه. دومین میث در مورد OET اینه که نمیشه با OET درخواست ویزای کار داد. همونطور که گفتم اصلا گورنمنت یوکی سال 2019 دیگه شرط زبان رو برای پزشکایی که از طریق پلاب GMC رجیستر میشن رو برداشته، ولی که اگر هم از طریق دیگه ای کسی خواست ویزای کار بگیره با OET میتونه ویزای کار بگیره. سومین میثی که در مورد OET وجود داره اینه که با OET نمیشه وارد فاندیشن پروگرام یا FY2 استند لون بشی، در حالی که اینطور نیست. فقط کرایتری هایی که دارن متفاوته، حتی کرایتری های آیلتس هم برای اینکه وارد فاندیشن پروگرام بشید متفاوته. حالا توی ویدیو کامل در مورد فاندیشن پروگرام چطوری واردش بشیم، کی ددلاین هاش هست و اصلا چه فایده داره صحبت میکنیم. امتحان OET به 3 شکل برگزار میشه، یا امتحان مثل مدل ترادیشنالی که شما میرین سر امتحان برگشت امتحان میدین، یا اینکه شما میرین توی اون ونیو و اونجا پشت کامپیوتر و پشت سیستم امتحان میدین، و یا مدل OET ات هوم هست. GMC هر 3 مدل اینو قبول داره، ولی متاسفانه از ایران شما نمیتونید مدل OET ات هوم رو بدید. حالا OET چه فایده هایی داره؟ یکی این که این امتحان همونطور که گفتم مربوط به هلث کیر سناریوز هست. وقتی که هلث کیر سناریوز هست شما دیگه لازم نیست بشینید در مورد نفتکش ها، در مورد تغییرات جغرافیایی و هزار تا چیز دیگه که تو آیلتس مجبورین بخونید در مورد اونا بخونید، و خوندن برای این امتحان اصلا کار زجرآوری نیست. دومین مورد اینه که سناریوهای اسپیکینگ OET از سناریوهایی هست که شما روزمره ممکنه با مریض داشته باشید، در نتیجه اعتماد به نفس شما رو برای دادن امتحان آسکی بعدی میبره بالاتر. ولی حالا چرا من OET رو پیشنهاد نمیدم؟ به خاطر اینکه تو ایران برگزار نمیشه، در نتیجه شما برای اینکه این امتحان رو بدین باید به یک کشور دیگه سفر کنین. حالا کشوری که نزدیک ایران این امتحان رو برگزار میکنن عمان هست، ترکیه هست، امارات هست که این امتحان رو برگزار میکنن. دومین مورد اینه که این امتحان گرونتر از امتحان آیلتس هست. قیمت امتحان 587 دلار استرالیا یا حدود 120 پوند. پس نسبت با آیلتس که 195 پوند بود نهایتاً میبینین که تفاوت معناداری داره. علاوه این که شما باید هزینه سفری که به یک کشور دیگه دارین هم در نظر بگیرید. ولی اگه توی کشور دیگه زندگی میکنین که توش OET برگزار میشه، من قطعاً به شما OET رو توصیه میکنم. خب حالا راهکارهای دیگه ای هم داریم برای اینکه شما بتونید توانایی های انگلیسیتون رو به GMC نشون بدید. این راهکارهایی که از این به بعد دارم در موردش صحبت میکنم برای پزشکای ایرانی که تو ایران درس خوندن و تو ایران کار کردن و میکنن زیاد کاربردی نداره، بیشتر برای کسایی که توی کشورهای دیگه درس خوندن یا سابقه کار کردن توی کشور دیگر دارن. اولین مورد از اون دسته استفاده از پرایمری مدیکال کوالیفیکیشن شماست، یعنی هم استفاده از مدرک پزشکیتون. شرط استفاده از پرایمری مدیکال کوالیفیکیشن به عنوان مدرک زبان چند چیز ساده است. اول اینکه بیشتر از 2 سال از فارغ التحصیلیتون نگذشته باشه و کوریکولوم آموزشی شما فقط به زبان انگلیسی باشه. در نتیجه شما یه سرتیفیکیت از دانشگاه میگیرید که تو این سرتیفیکیت نوشته شده که تمام کورس شما از جمله کلینیکال اکتیویتی های شما به زبان انگلیسی بوده، بیش از 75% اینتراکشن های شما حالا چه با مریضا چه با همکاراتون به زبان انگلیسی بوده، و حتما تاریخی که امتحان فاینالتون رو پاس کردین هم توش نوشته شده باشه برای اون ددلاینی که GMC لازم داره. حالا اگر بیش از 2 سال از فارغ التحصیلیتون گذشته باشه، شما یه نامه یا یه سرتیفیکیت از امپلویرتون میارید که توانایی های زبانی شما رو کنفرم میکنه، و باید حواستون باشه که این ریفرنس یا اون امپلویر شما فقط میتونه کسی باشه که توی کشوری زندگی میکنه که زبان انگلیسی first and native language. در نتیجه شما اگر ایرانی هستید
که پرایمری مدیکال کوالیفیکیشنتون رو یا مدرک پزشکی عمومیتون رو توی یک کشور خارجی گذروندین به زبان انگلیسی، میتونین از این قابلیت استفاده کنین برای اثبات توانایی زبانتون. ولی حواستون باشه که یک سری از دانشگاه‌ها طبق لیست GMC اونا نمیتونن استفاده کنن از این قضیه، با وجود اینکه درسشون رو به زبان انگلیسی میخونن. کشورهای مختلفی هستن، لیستش رو تو سایت GMC میتونین پیدا کنین و من یه لینک پایین میذارم که میتونین ببینید آیا دانشگاه شما جزو اون لیست هست یا نه. مثلا توی کشوری مثل مجارستان دانشگاه اصلیش مورد تایید نیست زبانش و شما باید مجددا آیلت یا OET بدید. یا توی ایتالیا مثلا دانشگاه مثل دانشگاه لویجی ون ویتلی یا دانشگاه پاویا مورد تایید نیستن و خیلی از کشورهای دیگه هم به همین ترتیب، مثلا بلاروس، خیلی از جای دیگه. خب راه بعدی برای اثبات توانایی زبانیتون استفاده از ریفرنسی هست که ایمپلویر شما به GMC ارائه میکنه. حالا مهم اینه که این ریفرنس رو فقط میتونید از کشوری تهیه کنید که first native languageشون زبان انگلیسی باشه. باز GMC لیست کشورهایی که به عنوان first native languageشون انگلیسی هست رو گذاشته، مثلا سنگاپور، مثلا کانادا، آمریکا، استرالیا، تو خود انگلیس اگر شاغل هستین، تو آفریقای جنوبی، توی ایرلند، توی هر کدوم از این کشورها که هستین میتونید از ایمپلویرشون نامه بگیرید. حالا اگر که شما امتحان OET دادید، امتحان IELTS دادید و یا دارین از پرایمری مدیکال کوالیفیکیشنتون استفاده میکنید به عنوان اثبات مدرک انگلیسیتون و از اعتبار این مدرکتون گذشته باشه، میتونید اگر سر کار هستین از این نامه ایمپلویر استفاده کنید و به قولن اکستند کنید این اعتبار امتحانتون رو. یه راه آخر هم وجود داره که استفاده از جاب آفری هست که تو UK وجود داره. یه سری دزیگنیتد بادی تعریف کرده GMC که لیست بلند بالای از افرادی که شما ممکنه براشون کار کنید. در واقع اگه شما خواهد از طریق پلب برای رجیستریشن اقدام کنید، فکر میکنم بتونید از این مسیر استفاده کنید. من لینک تمام چیزایی که براتون گفتم رو توی کپشن می‌نویسم تا بتونید خودتونم توی سایت GMC همه اینا رو بررسی کنید. مرسی که ویدیو من رو تماشا کردین. امیدوارم که دوست داشته باشین. ویدیوهای بعدی در مورد بقیه مسیر برای مهاجرت به انگلیس صحبت میکنیم. حتما ویدیوهای من رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. سابسکرایب کنید تا مطالب بیشتری رو در مورد مهاجرت پزشکان به انگلیس بشنوید. If you want to watch this video in English, just comment down below. I will make a video in English.